احکام پرشقاوت اعدام و شلاق و زندان از سوی قضائیه جلادان برای سه برادر به خاطر شرکت در قیام‌های کازرون و شیراز برای ارعاب مردم در شهر قیام و پایتخت شورش. فراخوان خانم مریم رجوی به اقدام عاجل ملی و بین المللی برای توقف حکم اعدام نوید افکاری، قهرمان ورزشی 27 ساله، محکوم به 2 بار اعدام و 6 سال و 6 ماه حبس با 74 ضرب شلاق. قضائیه جلادان برای 3 برادر شیرازی به جرم شرکت در قیام‌های کازرون و شیراز احکام ضد بشری و پرشقاوت اعدام و زندان و شلاق صادر کرده است. بر اساس احکام صادره در بیدادگاه ارتجاع در شیراز، برادر کوچکتر نوید افکاری که 1 قهرمان ورزشی است به 2 بار اعدام، 6 سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق و برادر دیگر به نام حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. حکم اعدام نوید افکاری در دیوان عالی قضاییه جلادان تایید شده و اعاده دادرسی آن نیز رد شده است. نوید و وحید در 26 شهریور 97 و حبیب در 22 آذر 97 دستگیر شده و هر 3 برادر تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند. برای این جوانان تا 20 مورد اتهام نظیر محاربه و ترغیب مردم به شورش سرهمبندی شده و پرونده آنها از بابت چند اتهام دیگر کماکان در بیدادگاه های رژیم مفتوح است. این 3 برادر متهم به عضویت در جمعیت‌های معارض کشور، شرکت در تجمعات و دسته‌های معاند، شعارنویسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقام معظم رهبری یعنی خامنه‌ای، توهین به ماموران رژیم، ترغیب مردم به شورش، تحریک مردم به جنگ، تمرد و تهاجم و ضرب و جرح مأمورین و محاربه با رژیم شده‌اند. برای توهین به خامنه‌ای 2 سال حبس منظور شده است. اتهام عضویت در گروه معاند نیز 5 سال حبس دارد. این علاوه بر 2 بار اعدام در مورد نوید افکاری است. خانم مریم رجوی به اقدام عاجل ملی و بین المللی برای توقف حکم اعدام نوید افکاری فراخوان داد. مقاومت ایران خواستار اقدام عاجل دبیر کل ملل متحد و کمیسر عالی و شورای حقوق بشر برای ممانعت از اعدام نوید افکاری، قهرمان ورزشی 27 ساله است که در قضائیه ولایت فقیه به 2 بار اعدام محکوم شده است. مقاومت ایران همچنین خواهان محکوم کردن و لغو تمامی احکام وحشیانه قضائیه جلادان در شیراز است که برای ارعاب عمومی و مقابله با اعتراضات و قیام مردم به سطوح آمده در شیراز و کازرون صادر شده است. خانم مریم رجوی گفت فاشیسم دینی حاکم با این احکام جنایتکارانه در صدد انتقام گرفتن از مردم کازرون و شیراز است که با قیام‌های شجاعانه در اردیبهشت و مرداد 97 و آبان 98 سراپای رژیم آخوندی را به لرزه انداختند. خانم رجوی از عموم هموطنان به ویژه جوانان غیرتمند فارس و کازرون خواستار اعتراض به این احکام جنایتکارانه شد. او بار دیگر بر ضرورت بازدید هیئت تحقیق بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و قیام تأکید کرد. کازرون شهر قیام و آتش و خون، دشمن تو سرنگون.
خوشا قهرمانان و جنگاوران و دلاورانی که اشرف نشان به رغم گلوله باران و شهادت ها و جراحت های دیشب، امروز نترس و سرسخت دوباره به میدان شتافتند. باید باز هم به هر قیمت تا قله سرنگونی و طلوع خورشید آزادی ادامه داد. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. واو واو، چه سرش اون بچه برو الان سنگ کن، برو برو سه چه سر مأمور کرده بنازمت، واقعا عجب جرأت سنگ اندوش بسته ای خدا. اورام رونن شنو بلاشکول بلاشکول ماشین رو بتزم نه همه چیز از این خروش آغاز شد. وای به روزی که مسلح شویم، بعد آخوند شیاد معاونش را به صحنه فرستاد تا دستور جمع کردن کازرون را ابلاغ کند. موضوع کازرون باید جمع بشود. موضوع کازرون باید جمع بشه، یعنی این چیه؟ موضوعی درست بشه، مردم یه شهرستانی ره هر روز بیان تو خیابون، یه عده هم بر موج اونها سوار بشن، ای شعارای جدید بدن. یه جریانی در بیرون میدونه مردم به یک سری از مسائل اعتراضاتی دارن، ای سعی میکنه به این بدمه این اعتراضات بکشونه به خیابون، بعد سوار بشن شعارهایی که خودشون میخوان بدن. ما پای نظامون ایستادیم، با همه انتقاداتی ممکن هست به همدیگه داشته باشیم، تا پای جانم پاش ایستادیم. اجازه هم نمیدیم که حریم نظام آسیب ببینه. رهبری هم متعلق به همه ماست، پای رهبریمون هم ایستادیم. به راستی که اصولگرا و اصلاح طلب هر دو همسان و همانند به پای ولایت فقیه نشستند، زیرا موجودیت و سرنوشتشان به آن گره خورده است. اما شورشگران کازرون به رغم ارعاب و تهدید و دستگیری ها فرمان آخوند روحانی را به پشیزی نخریدند و دوباره همان شعار ممنوع را سر دادند که ارتش آزادی بخش را تنین انداز می کند. این دیگر برای خلیفه ارتجا قابل تحمل نبود و از زامن خارج شد. ارتش آزادی بخش کابوس دشمن است. خلیفه زبون گمان می کرد کازرون با دستور آتش گشودن و شلیک فروکش می کند و جمع می شود. نمی داند که از کارون تا زاینده رود و اترک و عرس و از دریاچه ارومیه تا هامون همه جا شعله ور می شود. از جرقه حریق بر می خیزد و در هزار جای دیگر گسترده می شود.